سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، کتابخانه در امداد دهلیز تاریک و نمناک، کشف جسد یک جوان در ولایت پکتیکا و همچنان در پایان قاری فسیح الدین با نیروهای خود دقایق پیش وارد پنجشیر شد. به نام خدا و با درود سلام با کانال خبری ون اسمارت خوش آمدین. مشروع خبرها، کتابخانه در امداد دهلیز تاریک و نمناک، روزنامه 8 صبح کابل چنین پست نموده است: جاده کم ازدحام و نسبتا آرام، شهر به مسیر منتهی است که گفته می شود آنجا درب یک کتاب فروشی باز است. تنها کتاب فروشی که می گویند هر کتابی در آن پیدا می شود. برعکس تصور، کتاب فروشی بزرگ شهر در یک گوشه ساختمان ساده مستقر است. از پله ها بالا رفتم و در تاریکی یک دهلیز نمناک، همین طور که انتظار استشمام بوی کتاب ها را داشتم، در سمت منزل دوم پیچیدم. مرد کهنسالی پرسید: آنجا چه کاری دارم؟ شاید متوجه ورودم نشده بود. آهسته گفتم: دنبال کتاب فروشی میگردم. جوابم مایوس کرد. گفت: آنجا کتاب فروشی نیست، چند ماهی می شود که بسته است. با اشاره دست مرا به سمت دهلیز تاریکی راهنمایی کرد. آهسته آهسته به سمت دهلیز قدم بر می دارم، همین که چشمانم به تاریکی عادت می کند. مرد کتاب فروش را می بینم که دکانش را می بندد. مردی که کمی بدتر فهمیدم کتاب دار است. او با دیدن من درب دکان کتاب فروشیش را نبست. شاید امید به فروش کتاب بود که مانعش شد. با چراغی که به سختی می شد عنوان کتاب ها را در روشناییش خواند و تشخیص داد. وارد اتاق کوچکی شدم. به قفسه ها نزدیک شدم. با کتاب های در حوزه تاریخ و علوم سیاسی برخوردم و کتاب های در حوزه روانشناسی که کنارم چیده شده بود. کتابدار مرد نسبتاً کهنسال و لاغرندامی بود و از کتاب های نگهبانی میکرد که به سادگی میشد فهمید ماهاست دستی بر رویشان کشیده نشده است. کتاب های انگیزشی دم دست، کتاب های اسلامی در تاقچه بلند و رمان ها در کف اتاق فرش شده است. در میان همه این کتاب ها رمان های از یک نویسنده ترکی بیشتر خودنمایی می کند، الیف شفق شفاق، نویسنده ای که با ملت عشق میهن جوانان افغانستان معروف شده است. پس از نگاه گذرا به قفسه ها می پرسم: در این چند ماه کارتان چطور بود؟ کتاب دار: هیچ کار نیست. این وقت ها سه اتاق کتاب را به یک اتاق خرد تبدیل کردیم. میپرسم: کتاب های جدید هم می آورید؟ روزانه چقدر فروش دارید؟ در شرایطی که داشت کم کم ناامید می شد و احساس می کرد که مشتری مورد نظرش نیستم. با بی حوصلگی ادامه داد: کار ما پنجر است و هیچ فروش نداریم. پیرمرد کتابدار با حالت گرفته و غمگین به کتابهایش میبیند. نگاه افسرده به تجارتی که نمیتواند از آن دل بکند و نمیتواند به بهبودش امید ببیند. پیرمرد که با شروع دانشگاه ها پس از یک وقفه 7 ماهه چشم دوخته است، گفت: درب کتاب فروشی ها به دروازه دانشگاه ها چنگیدند. پس از رسمیات دانشگاه ها کسی در این شهر کتاب نمی خرد. همین طور که صحبت من به درازا می کشید، عنوان کتاب توجه هم را جلب کرد: احکام فقهی برای زن مسلمان. پرسیدم مشتریانش بیشتر چه کسانی هستند، دختران یا پسران؟ انگار با پسرش جالبی روبرو شده است.
با لبخند جواب می دهد: هی خواهر، در این وقت اگر دختر به پدرش بگوید که پول بده کتاب می خرم، پدرش می گوید بشین خانه، دیگران خوانندند چی کردند که تو بخوانی. ادامه می دهد: 100 سال دیگر باید بگذارد تا پدری قبل از این که به فکر عروسی دخترش باشد برایش کتاب بخرد. در میان گفتگوها مرد جوانی با کلاهی بر سر و دست کول بر دوش وارد کتاب فروشی می شود. او دانشجو است و دنبال کتاب نظام حقوق اسلامی می گردد. از وی می پرسم که چند بار تا این مدت به کتاب فروشی آمده است. نگاه نمی کند. بار دیگر سوالی در مورد وضعیت دانشجویان در کندوز می پرسم. می گوید اگر بگویم وحشتناک است. اشتباه نکردم. دانشجویان به کتاب فروشی می آیند و کتاب را برای یک شب قرض می گیرند تا فقط آزمون را بگذرانند. دکانی که در آن جستجوی کتاب بودم تنها کتاب فروشی آن دخلیز تاریک نبود. مردی که صاحب آن بود هم تنها کتاب نمی فروخت. او عطر و شهد مسواک نیز می فروخت. با دقت به وسایلی که در چیده شده بود می دیدم. کتاب دار خندید و گفت: مردم که به مغزشان اهمیت نمی دهند تا روزگار ما بچلد حداقل پایبند به سنت هستند. و همچنان در پایان یک خبر عاجل که دقایق پیش از ولایت پنجشیر به دست ما رسید. جبهه مقاومت در روی صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: تازه تلفات بیش از حد تروریست ها در جنگ پنجشیر پای قاری فصیح الدین را به ولایت پنجشیر کشاند. این بار آمدند می شود رفتند نه. تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی تایید نشده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا درود دیگر، بدرود.